بینیده های عزیز رسیدیم به بخش دوم برنامه و بیننده های خوب ما که تازه با ما پیوستن سلام های ما را همچنان شما هم پذیرا باشین و رسو می میکنم که تا لحظات پیانی برنامه شما هم با ما همراه باشین و ما را تنها نکسارین بخش های بسیار آموزنده داریم و مهمان های بسیار خوب ما هم همچنان در برنامه تشریف خواهد آوردن و فیران هم استاد شمیم شاه دیدار خوشبختانه در کنار خود داریم و استاد دانشگاه هستن روی موضوعی که بسیار مهم هست چگونه کودک سالم و جامعه میتونیم که تقدیم بکنیم چی راهایی وجود داره چگونه ما میتونیم که یک کودک سالم و به صورت درست بتونیم که تربیه بتیم فرزند خدا و او را به جامعه تقدیم بکنیم با ما همراه باشین صحبت های استاد محترم با خود داریم. سلام خدمت شما خوش آمدید سلامت باشین سلام عرض خدمت شما خدمت همکارای تکنیک تان و خدمت به بیننده‌های خوب برنامه تان امیدوار هستم که روز تا اینجا با خوبی آغاز کرده باشن و به خوبی هم به پان برسن در خدمت هستم تشکر از میشه بگین امروز بعد از ظهر تا حال چگونه سپری کردین سلامت امروز خوشبختانه از اول صبح تا ایدم خیلی س... روزا به پر از انرژی و به خوبی و خوشی آغاز کردیم امیدوار هستیم بیننده هایتان همچنان همین باشن و تمام روز ما رو هم به همینطور بدون کدام دغدغه روز شروع بله. و پایان برسنه. بله خب در پرورش اطفال بیشتر از همه چیز خانواده نقش اساسی دارند. دارن. پس چه پس شما شما که نقش پدر و مادر و تمامی اعضای خانواده در پرورش یک طفل چی است زمانی که به دنیا میاد چی وظایف را دارن که باید انجام بدن از آغاز سلامت بحث خیلی خوبی است براتون بگم نتونم میره بتونم در یک بحث کاور کنیم ولی ما به رو فشرده به اشاره میکنیم در جریان اگر سوالش شما هم داره. داشتیم در خدمتتون هستیم ببینن اولین چیزی که زمانی که طفل تازه به دنیا میایه زمانی که چشم خدا باز میکنه دو شخص بیشتر زیادتر نمیبینه در آغوش دو نفر سر بزرگ میشه یکی پدر دیگری هم مادر است اولین کارهایی ما باید برای طفل خود انجام بدیم هی است ماش ما مسلمان هستیم و مطابق به قواعد اسلامی باید حرکت داشته باشه ما مطابق به او باید اطفال خدا پرورش بتیم اولین کاری را که ما به اینا انجام میتیم اینا را آشنا میسازیم با اسلام امه. یعنی چی؟ یعنی اولین کاری را که پدر مادر باید به اینا انجام بتیم در گوش شنازان داده شود و دقیق اینا را آشنایی به اسلام دفتن سمت سو که ما مسلمان هستیم شکر خداوند که خوب خوشبختانه در مملکت های اسلامی با به در افغانستان این فرهنگ پسندیده همیشه انجام میشه بحث بعدی را که ما داریم وقتی که اینا را آگاهی به اسلام دادیم مکلفیت پدر مادر هی هست که اینا را یک اسم درست و اسم کتابی بالا از اینا بگذاره ببینیم ما منظور ما سر اسم خیلی بحث است وقتی که ما میگیم اسم کتابی دوستا فکر میکنن تنها اسم عربی نیاز است تنها اسم خداوند در قرآن عظیم شان ذکر شده و اسم عربی بگذاریم نه خیلی اینطور هم نیست ما میگیم اسم بذاریم اسم پر محفوم باشه معنی بده و اسم خلاف اسلامی نباشه که درست 50 فیصد انسان یا کودک سمت سومیت اسمش هست اگر اسم درست انتخاب کنیم مطابق معنی در آینده یعنی تضمین کرده میتونیم که آینده ازی چیگون است بحث بعدی که ما بعد از اسم میم بر از اینا انجام میتونیم خود مهربانی پدر مادر از در مقابل طفل ما باید داشته باشم قسم <تصفح> که در اول خدمتان هاست کردم طفل که به زمان به دنیا آمه همیشه در آغوش و پدر یا مادر است <تصفح> تا برسه به دیگران و چه بهتر است که خود پدر مادر در عطا در بین نبود طفل در بین خودم یک نوع مهربانی را داشته باشن با کلمات جانم قندم تشکر میکنم لطف کنه این کلمات به جای استفاده کنن به خاطری که یگانه محل تمرین کودک در خانه پدر مادر استادش اینا هستن مهم. چه برسک با طفل با قندم جانم بر او برخورد کنی مثلا با فل که خیلی خرد است شاید تعداد بگن مثلا طفل خرد است چیزی را میفهمند نه طفل امروز طفل سابق نیست اینا زمانی که به دنیا من نیاز به تمرین داره که تو انجام بدی و بعد یاد بگیره مهربانی را ما بعد تمرین کنیم برای طفل خود دقیقاً حتی در خود که اینا بتونن از ای خوب یاد بگیرن بحث بعدی را که ما مهم بعضی از قوانین نوازه کنیم در بین خانه چی در بین پدر مادر یا چی در بین همو محیط خانواده که هستن یا چی برای طفل ما مثلا ما بر طفل بهتر است ای است که بگذاریم که کدام ساعت ساعت خوابش است کدام ساعت بیداریش است مثلا کدام ساعت بعد نیاز به تفریح داره تلویزیون ببینه وقتا رو برش چی کودک هم باشه فرق نمیکنه بله. امروز کودک های خیلی خورد هستن گریه میکنن وقتی تلویزیون یا آهنگ یا قرآن عظیمشان صداش برشان میمونی اینا دقیقاً یاد میگیرن بله. یعنی آرام میشن از گریه پرهیز میکنن یک قانونی در خانه وضع کنیم برای طفل ما و همچنان برای خود ما <تصفح> مثلا همیشه در کنار طفل خود باشیم یکی از کارهایی است که ما انجام بدیم بعد آشتا ای طفل به حالت نمیمونه آشتا این نیاز پیدا میکنه که زیادتر بایی باشیم و در پلیزی که ما داشته باشیم چه بهتر است طفل خودم که بزرگ شد در کارهای مثبت انجام داد اینا رو تشویق کنیم که مثلا قند پدرم تو تانستی قند مادرم تو تانستی تو میتونی کار رو انجام بدی اونا را دقیق بیاموزونیم و او را تشویق کنیم کار را درست انجام میده باید تشویق کنیم کاری که مثلا به نحو اشتباه انجام میده اینا را به گونه باید جلو از اینا را بگیریم نه بعد سرزنش ده. یعنی لط... منظور ما وقتی میگیم تفل سرزنش شوه معمولا ما فکر میکنیم بعد طفل لات کوب کنی و قهر غضب نه با بسیار کلمات زبانی میشه مانع از کار برش شوی که در آینده هم این کار انجام نده و بحث ای که است بعض موارد ما امروز دیدیم متاسفانه خانواده ها توجه زیادتر به اطفال خدا نمیگنند در آینده اینا یا بدماش یا بیکار یا فیلگرد به بار میان این مشکل در کجا است در همون کودکی است در کودکی چگونه است که اینا ما وسایل با... اسباب بازی را بر از اینا وسایل ب... بازی درست انتخاب نمیکنیم به خاطر اینکه آرام باشه مثلا به که آرام باشه ما چیزی را به نام جرینگانا میگم بالای طفل وقتی که گریه که شد چرا اوره چرا یک چیز دیگه برایش انتخاب نمیکنی یا مثلا بزرگتر شد تا زمانی راه رفتن یاد گرفت اید که که ایدی برش بده برو ببین تفنگ با خود میخرم او سمت سو دقیق به اون سمت سو برش داده که در آینده مثلا خودت چیکارا شوی یعنی مان که در آینده مثلا خودت یک قاتل حرفه ای میگی یا مثلا بهتر از جای ما مثلا اگر دختر خانم هستن میتونن با آشپزی و ظرف های کوچک ها امروز در بازار است بهتر بر دختر خانم ها بگیری آمادهش کنی مثلا گونه آشپزی میش از کوچکی را یاد بدی یا برای پسرا بتی چه بهتر از ورزش را یاد بدی درس خواندن یاد بدی من یک تجربه خیلی خوبی را که من شخصا خودم دارم تف وقت یک زمان به دنیا روزانه نیم ساعت پدر و مادر نیاز دارن پیش از با قلم کاغذ باشن بله. هنگامی که دست به یک چیز میزنن متوجه باشین شروع میکنه به قلم کاغذ به دست گرفتن حتی شاید هم چیز نوشته کنه بلد نباشه بشینه خط خط کنه هر گوشه ولی اینمی او زمانی است که تیر تشویق میکنی که بچم این درس تحلیم است و بیا از اینجا آغاز کن و برای طفل خود ما ارزش قائل باشیم بحث بعدی که ما دارم ما وقت برش بتیم زیاتر خود نیاز نیست که همیشه در کار باشه همیشه در میمونی باشه و همیشه درس کنیم بعضی اوقات نیاز است خودتان با کودک با گونه ای که اگر طفل دیگری نمی باشه روش بازی کنی و ساتری کنی روش باید داشته باشه ما با کودک مثل کودک برخورد می‌کنیم، ولی کودک باهوش <تصفح> اگر مثل بزرگ خود امنیت بر از جلو بیتی ما با تو کار ندارم ما وقت اومدیم بچم حساب اصلا ندارم با شما گپ بزنم <تصفح> یا من پدر خانه هستم مادر خانه برو کش گپ بزن این بحث باشه از این میشه که متاسفانه طفل های محکم کم جرعت بیاین ولی زمان یک ما فکر میکنیم طفل میخواه چیزی برای گفتن باشه باشه تشویق کنیم او را گپ بزنه او را سرزنش نکنیم بگونی او را سرزنش نکنیم او را باید تشویق کنیم ابراز نظر کنه در بعض مسائل با ما کمک بگیرم بحث بعدی را که ما میتونیم در اینجا داشته باشیم ما امروز کارهای را بر طفل بگذاریم کو انجام داده بتانه احیانا اگر انجام داده نتانه است ما دوالت معیسی او نمانیم او را بگذاریم کمکش کنیم دقیق کوره یاد بتیم مثلا امروز وسایل جنجال بازی هست میتونن کودک مثلا وقتی که درستش کنن بعض اوقات مشکل پیش میشه درست کردن نمیدونن جگر خون میشن نه بچه منتون میشه یالت نمیشتهش کو مثلا این کار به حالت انجام بده این کار به ای هم چه با گونه یک مشاور و یا هم بازی باش بعض اوقات ما نیاز داریم که انجام داشته باشیم و ما یک چیز دره طفل حتی در بین خانواده کودک خود با کودک دیگه هیچ مقایسه نکنه بله. چرا ببین اگر کودک تا کس... کودک دیگه مقایسه کنی اگر کودک خودت سطحش خیلی بالا باشه گاهی غرور میکنی مثلا ما چنین تربیتی دارم از فلانه تربیت فلان فامیلی از بالا هست از ما پایین از بالا هست بعض اوقات مشکلات ایجاد میکنه ما هیچگاه نیاز نداریم کودک خود با کودک دومی چی همسایه چی قوم خود مقایسه کنیم که کار اشتباه است متاسفانه در افغانستان انجام میدن وقتی که با طفل ما می میخوایم حرف بزنیم به دقت به گپای از اونا گوش بدیم درست مثل از این گپای که فعلا میزنم چی شما و چی بیننده هاتون گوش میدیم دقیق وقتی که زمان طفل گپ میزنه به او ارزش قائل باشیم بخشت. و او را اجازه سخن گفتن هم بتیم بعض نظریات از پیشش استفاده امه. کنیم و نیاز است با لحن کودکانه با او برخورد کنیم بلده. با لحن کودکانه نیاز از کودک کس دیگر نداره Mm -hmm. باید با نیاز کودکانه با او تعریف کنیم خب به نظر شما البته در پهلوی خانواده الگوی بدی که مهمترین نقش داره در تربیت کودک یا طفل کیا هستن تا تشکر بحث بعدی من خودم میخواستم به بس و بحث خودتان هم هست ببینید زمانی که ما کودک اولین چیز خود که آغاز میکنه الگوش پدر مادرش است بحث بعدی است زمانی که طفل ما کم رشد کرد اگر وقت داریم خودش در آموزش پرورش با او باشیم اگر نداشیم بهترین مکان تمرین برای اینا مربی برای اینا کودک که بله. ما... کودکستان یگانه مرجعی است کودک میتونه آغاز کنه که بیرون از خانواده چگونه از زندگی کنم چگونه با همسن سال خود برخورد کنم بهترین جای کودکستان است و کودکستان هم نیاز داره که مربیاش معلم ما گفتن میتونه به اونا مربی گفتن میدونن که مربیاش با همون مربیگری خوب بتونن در تربیه کودک خوب باشن ده. نه کودک یک جای صرف نگهداری کنن بودن پدرش مادرش مصروف از ما این را نگهداری میکنیم نگهداری بحث یک چیز از کودکستان بحث دیگه کودکستان یعنی تربیتش کو در طفولیت ما مصروف هستیم خوش ما میتونن و مکان تمرینی بعدی که برای طفل میشه های هاست هاستا هاست هاست ها مکتب است که مکتب امه. مکانی هست بازم برای رشد طفلا که میتونه دقیق به عنوان یک مربی بالاش کنه خب اگر این تربیت و این که مراقبت سالم از یک کودک صورت نگیره چی واقع برای در پی خواهد داشت به نظر شما ببینیم متوجه برای باشه ما چند چیز توجه نکنیم کودک ما متاسفانه شاید در جوانی در جوانی یا آدم و مفید در جامعه نباشه یا متاسف باشه اولین چیزی که ما میخوایم بگیریم ما هیچگاه در بین والد، اطفال خود نداشته باشه این کودک بزرگ است این خرد از این بچه ای کلان خانه است این دختر خانه است مثلا جیب خرچی به این بیتی به اونتی به یک توجه زیادتر کنی بعد دیگری نکنی یکی بحث است که در بین والدین نباید تعصب صورت بگیره که در آینده طفل ای متاسف و عقده به با بار یک بحث بحث دوم در رابطه با پرورشش که وسایل بازیش درست انتخاب کنی لباسش شکرکترش درست بسازی نیاز نیست مثلا وسایل بازی بسیار خطرناک و به دور از انتظار در اختیارش قرار به یک آینده داشته و همچنان لباسش برای لباسش اهمیت بدی در نظافتش متوجهش باشی که بتونه مطفال خوبی داشته در غیر از او اگر نداشته باشم به فرض اگر یک طفل با اسباب بازی خیلی خطرناک بازی میکنه در آینده آدمکش قاتل به بار و کسی که به نظافتش طفل خود متوجه نباشه در آینده متاسفانه طفلش نظیف نمی باشه یا پاک نمی باشه اونا متاسفانه مثل پدر مادرش به بارمه و ما باید توجه زیاد داشته باشیم خب امی گسترده تعلیم و تربیت به صورت درست و دقیق میشه با این که از کجا آغاز میشه و تا چی وقت ادامه داره؟ ببینیم تعلیم تربیت فرض از بالا والدن که طفل خود بیاموزنن اولین جایش قسم اول برای عرض کردم مکانی از خانواده که از با همون قلم و کاغذ با میتونن آغاز کنند پیش رویش درس کنن بس بعدی ام. که مکان تعلیم تربیت این کودکستان است کودکستان اینا را بتونه واقعا تشویق کنن به اون هدف که خانواده میخوان برسه, برسه و طفلشان برسه او را کمک کنه بس بعدی مکتب و تا زمان یک مکتب تمام میکنه توان از دوران طفولیت و از دوران جوانی دیگه مبره و فرد مفید در جامعه باشه اگر در اینجا زحمت بکشی واقعا بعدا نتیجه خوب میتواند خب نقش مادر چقدر برازنده است در تربیت اطفال ببین اگر ما قرار باشه که نقش پدر و مادر را با هم یک مقایسه کنیم مثل از این میمونه که 70 فیصد یا حتی بدیم 80 فیصد رول در یک خانواده مادر داره و دقیق 30 فیصد یا 40 فیصد شاید پدر داشته باشه بچه دلیل ما متوجه باشیم مادر 24 ساعت در خانه هست و طفل زیر نظرش است پدر شاید 8 ساعت یا 10 ساعت 12 ساعت باشه 8 ساعت از رو بخوابه نهایت با یک طفل سر کار باشه ساعت با چهار ساعت خیلی کم است بتونه با طفل خود مصروف باشه چون از وظیفه کم خسته می باشه نهو. ولی با وجود اینها نقش مادر برجسته هست و مادر بعد از صبر صبر و حوصله ویژه برخوردار باشه در مقابل طفل خود خب در بیشتر خانواده ها بگویم که جنگ و جدال وجود داره به خصوص میان بزرگان خانواده که مادر و پدر هستن این چقدر تاثیر برای اطفال و خانواده داره ببینید پیشتر هم براتون در مقدم اول هم گفتم وقتی که ما میخوایم طفل سالم داشته باشیم یک قواعد هم برای طفل وضع کنیم هم برای خود ما وضع کنیم بچه‌مون بر خود ما کنیم که مثلا پیشوری طفل مثلا ادقل اگر پسر یا دختر می باشه مادر اجاب اسلامی رو مرد کنه و خاطر که طفل سمت صوبت به طرف اسلام پدر مادر بعض شوخی های رو دارن مثلا بعض گپای را میزنن یا جنجال های را انجام میتن هیچگاه در مقابل طفلی کار انجام نتن بله. هر کاری دارن طفل در غیاب و هر بحثی داشتن میشن با هم بشن ولی در مقابل در مقابل طفل خود مثل یک دوست میباشن تمام مشکلات زندگی خودم میگذارن کنار به چی به خاطر آینده طفلشان و همچنان نه تنها پدر مادر که در این بین پدر بزرگ مادر بزرگ کاکا ماما عمه یا خاله اینا هم دخیل باشن من خواهش من از است که اونا هم مثل امی تفل هم مثل طفل خود قرار بتن و تمام اون موضوعاتی که پدر و مادر مراحت میکنن پیش روی تفل اونا هم دقیق امیر انجام بدن تا بتانن که طفل خوبی در آینده داشته باشن اگر متاسفانه مثلا پدر مادر جنجال با هم داشته باشن با خود یا بعضی شیخی های جایی بکنن ببینیم این باعث از این میشه که اون تفل از اونا درس بله اگر مثلا پدر ناوقت یکی موضوعات خیلی مهم ارزش تایم است که بر طفل باید بفهمونیش که اگر سرتاین باشه طفل دقیق دیگه یک اکا اکادمی یا یک دانشگاه هست که تحصیل میکنه با پدر و پدر مادرش هم مربی و استادشان الگوشان هست در بله. دار. خب در بیشتر از خانواده ها هستن که بخصوص همی مادر هایی که پدر هستن که بالای فرزندانشان نام های بسیار زشت میگذارن میشه بگوین که ایچی قدر تاثیر منفی داره؟ ببینیم، ما در قسمت اسم متاسفانه بازم در افغانستان می مشکلات دارن ام. وقتی که زمان بگو اسم درست انتخاب کنیم ما معمولا اسم درست مثلا شاید اسم عربی باشه هیچ اسمی مثلا در فارسی یا در فارسی یا در دری بده پشو ما نداشته باشیم ما اسم را درست انتخاب کنیم بالای طفل ما که معنی درست بده خب یعنی اسم با اسمشون صداش نمیگه یگان لقبای دیگه هست القابی را آه. که میگذارن به اینا به گونه توهین آمیز ام. ببینن وقتی ما یک نفر که اول خواهش من هیست نه تنها پر مادر بلکه بر دیگران هم خواهش هیست که ما هیچگاه بالای دیگه کس القاب یا اسم های مستعار نمیگذاریم به اسم خودش صدا میزنیم فرق نمیکنه که اسم خوب باشه یا بد ولی نیاز است به اسم خودش صدا بزنیم و خواهش من است که نه پدر مادر ها اسم را که میمانن امور با اون اسم خاص صدا بزنن یک تعداد عادت دارم مثلا سم سم <متصف> و فره و صدا میتنن نیلو صدا میتونن بعض وقت از ناز صدا میتونن ولی این متاسفانه در آینده امکان داره در محیط دیگر هم از این صدا بزنن البتن. و باعث در جوانی شاید خوش نخوره سر یک نفر میگه نه من نیلوفر است نیلوفر برای نیلو نگس مثلا سم سم بر برای من درست این اسم ها را ما باید درست دقت کنه و درست تلفظشان داشته باشیم در خیلی چه خوب است که صحبت های امروز شما استاد محترم یک جنبدی کلی داشته باشید سلامت باز هم براتان میگم که بزرگترین مکان تعلیمی و تدریسی برای طفل کانون خانواده هست مم. چیه بهتر است طفل که آغاز با دنیا آمه اول مسلمان طبعا ما شما میفهم طفل ولو که یهودی نصارا باشه طفل با دنیا به مسلمان است ولی ای که یک شرط از در گوش از باید آزان داده شد در استقامت اسمشان درست دقت کنیم که درست اسم انتخاب کنیم در پالی نیاز از بحث با بازیشان توجه کنن چگونه است با بازی رو باید بگیرن اینا با خود مثلا با لباسشان با نظافتشان برشان ارزش قائل باشیم وقت بتیم تا بتانیم در آینده تفلای خوبی در جامعه داشته باشیم که دیگرها هم حسرت از ایرا بخورن کاش که طفل من مثل اسی بود و هیچگاه بیاد داشته باشیم طفل خود ها با طفل دیگرها در مقایسه نکساریم و بس سفیدی و سیاهیش هیچگاه رنج نبریم تفل تفل و دوست داشتنی است دقیقا تشکر از صحبت های بسیار مفید و ارزشمند شما استاد محترم سلامت باشین ازی که خواستین صحبت های بسیار خوب و مفید و با همراه ما شریک بسازیم سلامت, سلامت. لطف کرد.